واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ای پیامبر، برای کافران ماجرای مردم شهری را مثال بزن که پیامبران به سراغشان رفتند. اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. آنگاه که دو نفر از پیامبران را به سویشان فرستادیم اما مردم تکذیبشان کردند، سپس با فرستادن پیامبر سوم آن دو را تأیید و تقویت کردیم. آنان به اهالی شهر می گفتند ما فرستادگان الهی به سوی شما هستیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. آنان در پاسخ گفتند شما بشری همانند ما هستید و پروردگار رحمان چیزی نازل نکرده است، شما فقط دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیامبران گفتند پروردگارمان میداند که ما قطعا به سوی شما فرستاده شده ایم. و ما علینا الا البلاغ المبین. و ما وظیفه ای جز پیام رسانی آشکار نداریم. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. مردم گفتند ما وجود شما را شوم می‌دانیم، اگر از تبلیغ دست بر ندارید حتما سنگسارتان می‌کنیم و عذاب دردناکی از جانب ما به شما خواهد رسید. قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند شومی شما ناشی از کفر و گناهان خودتان است، آیا اگر به شما پند داده شود آن را شوم میپندارید؟ بلکه حقیقت این است که در ارتکاب گناه شما مردمی اسرافکارید. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و خطاب به مردم گفت ای قوم من، از این پیامبران پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. پیرو کسانی باشید که از شما پاداشی نمیخواهند و خود هدایت یافته اند. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. و چرا معبودی را نپرستم که مرا آفریده است و شما نیز به پیشگاه او بازگردانده می شوید. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا به جای او معبودانی برگزینم که اگر پروردگار رحمان بخواهد به من زیانی برساند نه شفاعتشان به حال من سودمند خواهد بود و نه می توانند مرا از عذاب الهی نجات دهند. اینی اذا لفی ضلال مبین. اگر چنین کنم آنگاه یقینا در گمراهی آشکاری خواهم بود. اینی آمنت بربکم فاسمعون. من به پروردگارتان ایمان آوردم و از مرگ حراسی ندارم، پس سخنانم را بشنوید. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. آن مرد به دست قومش به شهادت رسید، آنگاه به وی گفته شد وارد بهشت شو. او گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و گرامی داشته است. و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلين. پس از شهادت او
برای هلاک قومش سپاهی از آسمان نفرستادیم و پیش از این نیز چنین نمی کردیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. کیفر آنان تنها یک بانگ مرگبار بود، پس به ناگاه همگی هلاک شدند. یا حسرت على العباد، یا حسرت على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای افسوس بر این بندگان که هر پیامبری به سویشان آمد مسخرهش کردند. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیا ندیدند و نمیدانند که قبل از آنان چه بسیار نسلها را هلاک کرده ایم که دیگر به دنیا باز نمیگردند؟ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. و بدون استثناء در روز قیامت همگی به پیشگاه ما احضار خواهند شد.